بله. البته ای کسانی که دچار نفس تنگی میشن این علائم چی میتونه باشه و چی خب. میتونیم بدانیم که ما دچار این بیماری شده آفت هایی که از آب محیط زیست پیدا میشه وقتی که ما شما بیرون میبرایم در محیط به یک جای میریم پس میایم بندش در بینی احساس میکنیم افرازات در پشت سر بینی چون بینی خاصیت داره که یک بسیار کم افرازات پیش روی میاد 30 درصد 70 درصد پشت سر میره که یک ریزش و سرفه و عدسه و غرش صدا و خراب شدن صدا و این مسائل میتونه در پیدا داشته باشه در زم اگر این افرازات با تنفس های عمیق جریان پیدا کند در طرف شش ها و در اونجا برسه میتونه که آفات میکروبی و آبسی های شش حتی ها پیدا بکنه در زمین آفات اساسیتی که پیدا میکنه با مواجه شدن امی محیط آلوده یا هوای آلوده شخصی که با اینمی اساسیت ایجاد کرده به گذشته زمان بله. اونمو که مواجه میشه عمله هایش می و خرخر صدا پیدا میشه نفسش قیتی میکنه فعالیت فیزیکی درست کردن نمیتونه و هر چی به کمک به برای صورت بگیره ولی و شکل کرونیک، که شکل که همگی افرازات پیش سر و پیش دارن این بسیار زیاد است این بسیار زیاد است که افرازات همگی داره همگی هر کسی که در کابل زندگی میکنه فعلا این برنامه را میبینه خودشان توجه کنن افرازات بینی دارن اگر بیخی زحمت هم هستن و این از خاطر است که ما هوای کسیف تنفس میکنیم و وظیفه بینی ما این نیست که نمیگذاره بسیار میکروب داخل تنفس سیستم تنفسی بره و جمعش میکنه و شکل افرازات پشت سر و پیش جریان پیدا میکنه بوی دهن ده بوی دهن یک منزله شده در کابل گلو دردی های مکرر یک منزله شده باز تانسال های بیچاره یک کار را میکشند همیال مان گلو شما یکی از متضررین محیط زیست به شروعی <laughs> <applause> شما متضرر هستین نه نمیاد بله و همین گپایی که ما برات میگم دیگه هوای گرم بله. شد برای با که بگیم خنده کنه بگه دیگه هوای گرم چطور تو میتونی ریزش کردی سر. یا سرما کردی ریزش نیست این این ای کثافت است که شما از خانه تا دفتر اومدین و اینطور یک مشکل هم سر دوچار شدین آه. و خانه که برین پس کرین بو شوین و پاک کنین خوب تر خوبتر شه ولی یک مقدار امو آلرژی و انفکشن کی ایجاد کرده یا میکروبی کی ایجاد کرده و میمونه